مرکز رسیدگی به امور پناهندگان فرانسه در گزارش تازه خود افغانستانی ها را صدر لیست متقاضیان پناهندگی در سال 2023 اعلام کرد. این مرکز اعلام کرد که در سال 2023 میلادی مجموعاً 142,500 نفر در فرانسه تقاضای پناهندگی نمودند که در میان ایشان افغانستانی ها بیشترین متقاضیان پناهندگی در فرانسه محسوب می شوند. پس از افغانستانی ها، بنگلادشی ها، ترکیه ای ها، کنگویی ها و گینه ای ها بیشترین متقاضیان پناهندگی سال گذشته میلادی در فرانسه بودند. در این گزارش آمده است که افغانستانی ها برای ششمین سال پیاپی به عنوان پرشمارترین ملیت متقاضی پناهندگی در فرانسه به شمار می آیند. بر پایه آمار این گزارش، میزان متقاضیان پناهندگی سال 2023 در فرانسه 8.6% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. افغانستانی ها در سال 2023 میلادی در آلمان هم این جایگاه را به خود اختصاص دادند و بیش از 50,000 تقاضای پناهندگی را به ثبت رساندند. در همین ارتباط همراه هستیم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی و توسعه و مهاجرت از فرانکفورت که با ما همراه هستند. آقای جاوید سلام، بسیار خوش اومدید. دلیل افزایش میزان مهاجرت افغانستانی ها به اروپای غربی طی سالهای اخیر چیست؟ سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان شما. با تشکر از سوال شما خدمت شما عرض کنه که علت مهاجرت افغان‌ها در اروپای غربی بیشتر ناشی از رفتار طالبان است که تقریبا زندگی را برای مردم در افغانستان ناممکن ساخته. اونا یک طرز رفتار یا طرز برخورد منحصر به خودشان داره که قابل قبول برای هیچ یک سیفی افغان‌ها در افغانستان نمی باشد. بنابراین زندگی برای مردم جهنم شده و قبلاً افغانستان یعنی افغان‌ها به علت مشکلات اقتصادی و امنیتی از کشور خارج می‌شدن و بیشتر مشکلات اقتصادی داشتن، اما فعلا نه تنها که افغانستان از افغانستان ناامید شده که دیگه زندگی اینجا ممکن نیست، در ضمن مشکلات اقتصادی فراوان زیاد داره. کار نیست، اقتصاد سقوط کرده، بازار کار همه سقوط کرده و در دیگه مردم چیزی برای خوردن نوشیدن نداره. شما قبلا هم اطلاع دارین که در خط فقر در افغانستان چیزی در حدود 90% رسیده و سومین علتی که فعلا اضافه شده است که طالبات طبقه خانم را از درس و تحصیل و کار محروم ساخته و اینا حداقل کسایی که توانمندی از این داره که از کشور خارج شه به خاطر آموزش دخترایشان تصمیم به مهاجرت داره که باید کشور ترک بکنه، چون واقعا افغان‌ها در این باور هست که دیگه افغانستان جای برای زندگی نیست، یعنی با این تایفه با این گروه نمیتونه زندگی بکنه. بله، کدام کشور اروپایی بیشترین میزان جذب پناهجوی افغانستان را به خود داشته و چرا؟ خب در طی دو سال اخیر بیشترین مهاجر که در اروپا جذب شدن بیشتر در آلمان است و بعد فرانسه است. علت از این است که آلمان یک سلسله تسهیلات بیشتر برای مهاجرین داشتن و در ضمن شرایط پذیرش بهتر نسبت به مهاجرین داشت. برای همین خاطر افغان‌ها بیشتر آلمان را ترجیح می‌دهن و بعد از آلمان فرانسه و اسپانیا، اینا هم در ردیف دوم سوم هستند. ولی ترجیح مهاجرین افغان فعلا آلمان است. بله، عمده‌ترین مشکلات مهاجران و پناهجویان افغانستانی در اروپای غربی چیست؟ خب متاسفانه کسایی که میان در غرب بر نوی مهاجرت نیست به مهاجرت میزنن، اینجا مشکلات های فرهنگی بیشتر قابل لمس است که اینجا ادغام اونا با فرهنگ جدید با مردم جدید حتی شروع یک زندگی جدید برای از اونا خیلی مشکل است، خصوصا این برای کسایی که با یک سن بالاتر میان در اینجا، کسایی که شخصیتشان و کریرشان در افغانستان در اونجا درست شده بود، در آلمان اینجا مجبور است همه را ترک بکنه و همه چیز را از ترنو در آلمان شروع بکنه. این یکی از مشکلات های بسیار عمده است. مثلا متاسفانه تجربه کاری که در افغانستان داره یا بدنه که تحصیلی که در افغانستان داره تقریبا در اینجا خیلی زیاد قابل استفاده نیست، با وجودی که مثلا اینا میشناسن تایید را میکنن، ولی
مشکل در اینجاست که کارفرماهای این مدارک را نمیتونن قبول بکنن چون شرایط کار بسیار مسلکی و پروفشنال هستند اینجا. برای از خاطر یک کسی که اینجا می باید از سر نو آموزش های جدید و حرفه‌ای ببینن تا بتونن در بازار کار وارد شه. این یک بخش مشکل است. بخش مشکل دیگه مسئله ادغام فرهنگی است، از زبانی بسیار متفاوت و فرهنگ بسیار متفاوت. اینا باعث شده که برای افغان‌ها کمی مشکل زیادتر باشه و همچنین به نسبت همین مشکلات ها همه استرس و یک مقدار تنشن و یک مقدار افسردگی گرفته و این مشکل افسردگی و مشکل کار و مشکل زندگی جدید مشکلات فراوان است که در آلمان قابل لمس است و در زمین خب ناامیدی هستند اینجا که خب بالاخره یک وطن ندارن دیگه. بفرمایید. بله، سپاسگزارم از شما. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی و توسعه و مهاجرت از فرانکفورت.